انتخاب کرده بودی در جان امکانه گفت که توانستی گل معنا شکافت. همینانم عرض ادب دارم و احترام خدمت شما. به شما قول دادم که در برنامه امروز گفتگوی داشته باشم با فیزیکدان سرشناس استاد دانشگاه آقای دکتر علی نیری عزیز در باره بیگ بنگ یا مهبنگ همیهنانم و پیدایش کائنات. میخوام ببینم که این مجموعه اطلاعاتی که اخیراً به ویژه در این 10 سال ناسا بهش دست پیدا کرده، به ویژه تصویرهایی که گرفته شد از دورترین نقاط سماوی که واقعا همه عکس ها حیرت انگیزه، ارسال این همه ماهواره به آسمان، از همه مهمتر این تلسکوپ های فضایی که توسط باز ناسا به فضا اعزام شد، اینها ما رو به فرضیه بیگ بنگ نزدیک میکنه یا دور؟ یعنی ما رو میرسونه به اینجا که بنشینیم دوباره فرضیه جدیدی بتراشیم، یا اینکه نه این مجموعه اطلاعات جدید نشون میده که حق با کسانی بوده که معتقدن بر اثر یک چنین برخوردی کل این کائنات پدید آمد. آقای دکتر علی نیری عزیز، درود بر شما. درود بر شما جناب آقای میبودی، به بینندگان گرامیتون و همینطور به مدیر فنی برنامه امیر عزیز. حال شما خوبه؟ ممنونم، متشکرم از دعوتتون آقای میبودی. هر بار که من به برنامه شما دعوت میشم باعث خرسندی و خوشبختی است. شما میدونید که رشته‌ای که انتخاب کردید الان برای بسیاری از ایرانی‌ها در بسیاری از کشورها ممنوعه، یعنی رشته‌های ممنوع به حساب میاد. بله متاسفانه. خب فیزیک نظری اصولا تنه به تنه خیلی مسائل هم فلسفی میزنه، هم دینی میزنه، هم میتونه به مسائل تکنولوژیکی ساخت بمب هسته‌ای و اینجور موارد نزدیک بشه. این است که از هر جهت که فکرش رو بکنید رشته استراتژیکی محسوب میشه. کاملا. خب ببینم دکتر، ما در آینده با کمبود دانشمند هسته‌ای روبرو، فیزیکی روبرو نمیشیم؟ یعنی از این نظر دوچار مشکل نخواهیم شد، نارسایی و مشکل علمی؟ شما منظورتون کجاست؟ در ایران؟ در ایران متاسفانه شرایطی که به وجود اومده، خب یک دوره‌ای خوشبختانه به علت بعد از انقلاب، بعد از اینکه کمی ارتباطات با خارج از کشور بیشتر شد، به علت مراودات علمی که شد و المپیادهای ریاضی و فیزیک و شیمی و زیستشناسی و حتی اخیراً نجوم که به وجود اومده بود، علاقمندی خوبی بین دانش آموزان به وجود اومد که بیان به سمت این رشته های بسیار مهم و استراتژیک. اما متاسفانه به علت اینکه ارتباطات الان قطع شده، دانشجویانی که وارد این رشته ها میخوان بشن عملاً، حتی زمانی که من خودم در ایران بودم آقای میبودی، این امکان بود که بچه ها بتونن پروژه های علمیشون رو، رساله های دکتریشون رو یا همون تز دکتریشون رو با زیر نظر یک استاد راهنمایی در آمریکا و یا حالا چه ایرانی چه آمریکایی این رو انجام بدن. متاسفانه الان به علت تحریم ها اون امکان هم از بین رفته. و همه اینها باعث دلسردی میشه که خب دانشجویان خوب ما به سمت این رشته ها نیان و در ضمن هنوز هم بازار کار مناسبی در ایران وجود نداره برای این رشته. مثلا در دانشگاهی که شما الان تدریس میکنید دانشجوی داریم ایرانی باشه در این رشته تحصیل کنه؟ بعضی دانشجوی ایرانی هستن، دانشجوی ایرانی در رشته علوم پایه، فیزیک، ریاضیات، شیمی و زیستشناسی بچه های خیلی خیلی خوبی هم هستن. به خصوص فرض کنید در زمانی که من در MIT یا هاروارد بودم که اونجا دانشجوی بسیار درجه یک ایرانی میامدن. در استنفورد که میدونید سالهاست بچه های رشته برق بسیار خوش درخشیدن، در اونجا، در برکلی، در تقریبا شما نمیتونید دانشگاهی رو در آمریکا پیدا کنید که استاد ایرانی و دانشجو ایرانی درش نباشه. کاملا حق با شماست. خب برگردیم به سوال نخستین. ما دور شدیم از فرضیه بیگ بنگ یا اینکه نه نزدیکتر شدیم و این فرضیه برای ما قابل لمستر شد؟ اولا آقای میبودی عزیز، دیگه شاید بهتر باشه که کلمه این نظری یا تئوری رو برای بیگ بنگ استفاده کنیم، چون شواهد اونقدر به دست اومده که بتونیم بگیم که الان دیگه به یک نظریه تبدیل پیدا شده. عجب. بس دیگه فرضیه نیست، فرضیه در اومده. بله، اما
پرسش اساسی اینه، آیا این نقطه آغازین، این بیگ بنگ، این مهبانگ، آیا آغاز عالم ما هم بوده، یا اینکه این یکی مثلا ما یک در یک عالم سیکلیک، عالم چرخه‌ای هستیم که عالمی بوده از بین رفته و ققنوسوار دو مرتبه با یک فوران انرژی، با یک انفجاری از انرژی عالم دیگه‌ای به وجود اومده، و یا نه اصلا یکی از الان فرضیه‌های موجود که بسیار هم طرفدارانی پیدا کرده این اواخر و خود من در تلاش هستم که یعنی یکی از کسانی هستم که دارم تلاش میکنم بتونم راهکاری رو پیدا بکنم برای تست این فرضیه، این هست که در نظریه بسیار پیچیده‌ای در فیزیک هست به نام نظریه ریسمان ها یا string theory، که در اونجا ما باور داریم که عالم بدون از 11 بود آغاز شده و بعد بقیه ابعاد در ابعاد میکروسکوپی، واقعا یعنی زیر میکروسکوپ بسیار بسیار کوچک باقی موندن و 4 تا از بودای اونها ابعاد کیهانی پیدا کرده که الان عالم ما رو تشکیل میده. اما سوال اساسی این هست که اگر این فرضیه درست باشه، اگر نظریه ریسمان ها درست باشه، اون موقع این عالم ما که حالا شما اشاره کردید به عکس هایی که فرض کنید توسط تکنولوژی های جدید، تلسکوپ فضایی هابل، دیگر کاوشگران گرفته شده، نشان دهنده از این عظمت عالم ماست. چیزی که ما امروز میدونیم این هست که عالم ما از چیزی حدود بین 100 تا 200 هزار میلیون کهکشان، یعنی 100 تا 200 میلیارد کهکشان تشکیل شده که در هر کدوم از این کهکشان ها بین 100 تا 400 هزار میلیون ستاره وجود داره. بنابراین مثلا کهکشان ما حدود 100 میلیارد، یعنی 100 هزار میلیون ستاره درش داره. کهکشان های دیگر ممکنن تا 400 هزار میلیون، 400 میلیارد ستاره توشون وجود داشته باشه. اما همه این عظمتی که خدمتون عرض کردم تازه فقط نزدیک 4% کل عالم ما رو تشکیل میده و بقیه عالم ما 26% چیزیست که ماده تاریکه که ما میدونیم وجود داره اما نمیدونیم ماهیتش چی هست، و بدتر از اون 70% دیگر عالم رو چیزی تشکیل شد داده که باعث در واقع دافعه عالم از همدیگه است، به اون میگن انرژی تاریک، و نه ماهیتش رو میدونیم چیه و نه میدونیم که از چی ساخته شده، و از همه مهمتر که چرا در تاریخ خیلی متأخر عالم چنین انرژی در عالم به وجود اومده و پیدا شده. بنابراین تمام این عکسایی که شما از کهکشان ها میبینید فقط 4% کل عالم رو داره به ما نشون میده. حالا یعنی 96% عالم برای ما ناشناخته است. دقیقاً 96%. شما فکر کنید که تازه ما در واقع چیزی در حدود 96% عالم رو نمیدونیم چیه، و تازه این عالم، تمام این عالمی که ما درش قرار گرفتیم که فکر میکنیم چرایی توریست برای پرورش و به وجود آوردن حیات و انسان، میتونه یکی از میلیاردها عالم دیگه ای باشه. یعنی من نمیتونم، عددش بسیار بزرگی، برای اینکه دوستان تصوری داشته باشن باید یک عدد یک با 500 صفر رو جلوش بذارن. یعنی شما اگه تمام ذرات عالم ما رو هم جمع بکنید قادر نخواهید بود که این عدد رو بنویسید. به همین دلیل این نشان دهنده بزرگی و وسعت عالم ماست، و این که میتونه تازه عالم‌های دیگری هم وجود داشته باشه. بنابراین الان پرسش سر راه ما این است که آیا مهبانگ آغاز فقط این عالم ما بوده، یا آغاز میلیاردها تریلیاردها تریلیاردها تریلیارد عالم دیگه هم بوده، و قبل از اون چه بوده؟ آیا قبل از اونم عالمی بوده، یا عالمهای دیگه چجوری به این عالم ما متصل بودن و شدن؟ این سوال بسیار بزرگی است که همچنان وجود داره و ما باید به دنبال راهکارهایی باشیم که ببینیم اگر همچنین چیزی بوده، اگر عالمهای دیگری وجود دارن، اگر قبل از عالم ما هم عالم دیگه‌ای وجود داشته،
چطور میتونیم اینها رو با آزمون‌های مختلف نشون بدیم که وجود داشتن. این به هر حال روش علمی به این ترتیبه، نمیتونیم از ظن خودمون، از خیال خودمون، از خوش آمدن این که ما از چیزی خوشمون میاد یا بدمون میاد به این نتیجه برسیم یا نرسیم. در علم روشمندی علمی داریم و باید با محک آزمون، با جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات متوجه بشیم که آیا این فرضیه ها درست هستن یا باطلن. به نظرم حق با شاعره. حالا بعد از شنیدن حرفای دانشمند عزیز آقای دکتر نیری، آنقدر هست که بانگ جرسی می آید. من فقط بانگ جرس آقای میبودی، این بانگ جرس هم میدونید برای ما تنها چیزیه که الان ما فکر میکنیم که همه چیز درش هست. اون بانگ جرس در واقع همون پژواک به اصطلاح مهبانگ هست که ما بهش میگیم تابش زمینه کیهانی. خب آقای دکتر نیری، به من اجازه بدید که این بحث رو با شما دنبال بکنیم در هفته آینده. خیلی سپاسگزارم، فوق‌العاده بود دکتر نیری عزیز. تا دیداری دیگر و گفتگوی دیگر درباره مهبانگ تشکر میکنم. خواهش میکنم، خداحافظ شما. خب میگیریم برنامه رو. منزل قبل که با دکتر نیری بودیم، اما این منزل با لادن همایون صفتیم، همیانان قهرمان تکواندو. و چیزی که من از حرفاش درک کردم بار گذشته اینه که او معتقده ورزش کنشیست برای تنظیم درون و برون انسان. یعنی هر دو یک جوری به هم مرتبط. درست میگم؟ یعنی تعریف درسته. اول من سلام کنم خدمت تمام بینندگان عزیز ارجمند و همینطور شما آقای میوادی. ممنون. ولی درسته، ولی درسته همینه. بنابراین عملی که آدم انجام بده ولی در واقع هیچ دستکاری در به درونش نکنه، خیلی بی اعتبار و بی اهمیت میکنه. خب این به این علته که ورزش های آسیایی اینقدر اهمیت پیدا کردن که در واقع نوعی تنظیمه. بله، به خاطر اینکه طبق اون چیزی که من اکسپریانس یا تجربه‌ای که من باهاشون داشتم، به خاطر اینکه باهاشون زندگی کردم و گرند مستر من، استاد من، استاد بزرگ من دکتر کوینتلی کره‌ای بود و من این شانس رو داشتم که در کنار این خیلی نزدیک زندگی بکنم به خاطر دوره‌هایی که می‌دیدم پیش ایشون، واقعا یاد گرفتم که اینا به چه شکل از خودشون و از سلامتی خودشون نگهداری میکنن. خیلی مهمه اون مدیتیشن هایی که انجام میدن، تغذیه‌ای که دارن. یعنی بعضی موقع تو رستوران های آسیایی اگر که شما میرید زیاد خوشمزه نیست غذاها، ولی واقعا کوالیتیه، واقعا سالم هستش غذاهایی که میخورن. و خیلی مهمه که شما چی میخورید، چگونه فکر میکنید و بعد چگونه میتونید. حتی فکر کردن مهم. اول فکر کردن مهمه. چون اگر که بدن، اعصاب ما اگر که راحت نباشه، تمام هورمون‌های ما به هم می‌ریزه. و بنابراین پس اول از همه اینه که ما فکر راحت داشته باشیم و یاد بگیریم که چجوری بدن رو به اون آرامشی که باید برسونیم. خیلی مهمه اول اون که از طریقهای مختلف مثل مدیتیت های مختلف، روش مدیتیشن، این رو به راحتی هر کسی در حد توانش میتونه یاد بگیره، یعنی خیلی میسر و راحت هست. و بعد اینکه هر کسی باید چی بخوره نسبت به محل زندگیش، نسبت به فعالیت های روزانش و نسبت به اون کاری که میکنه و نسبت به اون فیزیک بدنی، اون ژنتیکی که داره، چه چیزهایی رو بهتره که استفاده بکنه، اون خیلی مهمه. و بعد باز ببینه که چقدر اکتیف هست و نسبت به کار و شغلش و باز اون موقعیت فیزیکیش بدنش به چه فعالیت‌های ورزشی احتیاج داره که اینها رو جبران بکنه، کمبودهایی که وجود داره. خیلی مهمه. مثلا در کره معابد مذهبی قاعدتاً چه اینا بیشتر قانون‌های ورزشی هستن؟ به خاطر اینکه یک بالانسی رو به وجود میارن، یک بالانسی رو به وجود میاره. یعنی واقعا اگر که بخوایم یک زندگی خوب داشته باشیم، فکر کردن درست، ورزش کردن و تغذیه درست، اینا یک هارمونی بهمون میده. و برای همین اگر که به جای اینکه الان توی مملکت غرب و در دنیای تکنولوژی همه ما رو میاریم به قرص ها و اینجور چیزهایی که مدیکال شیمیایی هستن، ولی اگر که ما بتونیم خودمون از طریق حرکت های ورزشی، از راه فیتنس آمادگی جسمانی و تغذیه درست و مدیتیت بتونیم بدنمون رو منیج بکنیم، بتونیم کنترل و مدیریت بکنیم،
سلامتی کامل رو میتونیم برخوردار بشیم، حتی خیلی از مریضی ها رو میتونیم بهبود ببخشیم. خیلی برزه. یعنی اینو خود من تجربه کردم که میگم، یعنی من باید سرجری میکردم گردنم رو به خاطر تصادفی که داشتم و واقعا این برای خود من کار کرد. یعنی ظرف دو ماه من کلن اسکجول سرجری جراحیم رو، اپوینمنت جراحیم رو کنسل کردم. شما هم چین بودید هم کره ها؟ بله. خب دوره ها چگونه است؟ من کره البته تنها بوده، ایرانی دیگری هم بود؟ یعنی با هیئتی از خودتون؟ نه، من از آلمان که بودم توی اون 8 سالی که اونجا زندگی کردم، چون استاد من رئیس فدراسیون هنرهای رزمی در اروپا بودن، نماینده بودن، دکتر کوینتلی، دوستان اگر که ایشون رو بشناسن، به خاطر مسافرت های ایشون من افتخار این داشتم که اسیستنت ایشون باشم و به خاطر اینکه تمام مسابقه ها و تمام ورکشاپ ها و سمینارهای مختلفی که ایشون در همه جای دنیا و مخصوصا در کره و چین و کشورهای دیگه میذاشتن، من همیشه باید اونا رو ستاپ میکردم، اونا رو من همیشه باید برنامه ریزی میکردم. برای همین یه توفیق اجباری بود که همیشه در کنار ایشون باشم و واقعا یکی از آرزوهای زندگی منم بود، به خاطر اینکه خیلی چیزها یاد گرفتم. به کره خب خیلی مسافرت کردم به خاطر ایشون، ولی در چین به خاطر اینکه من شاولین تمپل باید میرفتم برای 6 ماه که چون من کنفر شاولین هم کار کردم. وقت فرقش چیه؟ کنفو با تکواندو؟ بله. کنفو میشه گفتش که یکی از قدیمی ترین ورزش های رزمی بوده که در دنیا شاید وجود داشته باشه، شاید تاریخچه 5000 ساله، شاید هم بیشتر هم داره. و بعد از اون این کم کم به ژاپن میاد از طریق یک رودخانه که اسمش رو یادم رفته در ژاپن، و از اونجا تکواندو از ژاپن میاد. تفاوتش تقریبا میشه گفتش که همشون یه کاری رو انجام میدن، ولی در تکواندو بیشترین کاری که میکنن با پا هستش، یعنی تقریبا 70% تکنیک ها با پا انجام میشه، 30% دست دخالت داره. در کونفو شاولین شاید برعکس، 70% دست هست و 30% پا دخالت داره، و بیشتر حرکت ها توی کونفو شاولین دورانی و حالت دایره ای داره، برعکس این که بنابراین با مغز ارتباط مستقیم. خیلی خیلی خیلی، اگر که نگاه بکنید تمام فرم هاشون یه حالتی داره که حالت دایره ای شکل داره، در صورتی که در کاراته و تکواندو اینطور نیست، حالت خط کشی شده خیلی صاف روی چیز منظمیه. چند تا رشته از کاراته هستش که خیلی شبیه به کونفو شاولین، مثل کمپو و همینطور گوجوریو، یه ذره فرماشون به فرم های کونفو شاولین یه ذره نزدیکه، ولی تکواندو کاملا متفاوته. شما مثلا کدام رو توصیه میکنید بیشتر به دو؟ حقیقتا به دختر خانوما. من الان بخوام به عنوان یه مارشال آرتیست، به عنوان یه رزمیکار صحبت بکنم، 7 رشته ورزش رزمی رو بالای کمربند مشکی دانه 4 دارم. یعنی در کونفو شاولین و تکواندو دانه 7 هستم، در کیوکوشین کاراته دانه 4 هستم، در کیک باکسینگ دانه 4 هستم. و یعنی شما بفرمایید که منده و دکتر نیری و نوزری رو الان میدونید ناکوت بکنید؟ نه، به خاطر اینکه فن دکتر نوزری که ایشون، من افتخار اینو دارم مریض ایشون هستم و خیلی خیلی باعث افتخار من هستن، یعنی ایشون خیلی قدرتشون بیشتره. شما رو که من یک ارادت خاصی خدمتتون دارم، دکتر نیری هم که من بیگ فن ایشون هستم با این اطلاعات قشنگی که دارن، بنابراین اگر کسی به شما چیزی بگه اون موقع با من این حالا شد. ولی کلن بین این تجربه که من شاید در این 30 سال زندگی ورزش رزمی که دارم بخوام بگم، از بچگی تا الان، همش سلیقه است. یعنی باید ببینید نسبت به موقعیت فیزیک بدنیتون کدوم یک مناسب تره، کدوم مناسب تره و کدوم رو بیشتر علاقه دارید. میدونید من الان با تمام این که میگم 7 رشته ورزش رزمی رو کار میکنم و در 3 رشته قهرمانی جهان داشتم، ولی از همش بیشتر من عاشق تکواندو هستم. تکواندو رو دوست دارم چون که اون حرکت های فلکسیبیلیتی، حالت جیمناستیک داره. ما مقداری از این عملیات هم ببینیم داریم در فیلم ها. بله بله، حتما با هم خواهیم دید و تشکر میکنم. حتما باز هم گفتگو رو دنبال میکنیم با لادن خانم عزیز. سپاسگزارم و ورودش تبریک میگم به تیم ما. مرسی تلویزیون ایران فرد.
مرسی، ممنونم از دعوتتون و بدرود میگم به شما تماشاگرای عزیز. خب وارد منزل دیگه از برنامه امشب میشیم. منزل نهایی پایانی برنامه با چی خواهیم بود؟ با دکتر نوذری. واقعا گر نبودی در جان امکانه گفت کی توانستی گل معنا شکفت. خب برنامه رو پی میگیریم. با لادن بودیم، لادن و مایون سفر قهرمان تکواندو، با دکتر نگری بودیم استاد رشته فیزیک درباره بیگ بنگ، و ما اجازه بدید که بپردازی به موضوع دیگری. اگه به خاطر تو ماشه بار گذشته با دکتر نوذری درباره ابولا صحبت کردیم، بیماری شایق، ویروس خطرناک و کشنده و مصری که بیچاره کرده آفریقای غربی رو، همیانانم و همینجور هر روزم داره درو میکنه. سازمان ملل هم مداخله کرده، امیدوارم که مداخله ما اثر باشه و به چند تا قطعنامه و چند تا بیانیه ختم نشه. این بیچاره، این آفریقایی ها، و که هم استثمار شدن، هم از زندگی تویی شدن، از هست و نیست تویی کردن اونها رو قدرت های استعماری. امروز سوار بر قایق ها هزار هزار راهی کشورهای اروپایی، وسط راه متاسفانه شمار زیادی از اونها غرق میشن. همین چند روز پیش تعداد زیادی ایرانی توی یک کشتی که به خاطر ازدحام خفه شدن، نتونست خفه، ایرانی یعنی کشتی غرق نشده خفه شد. خب بار گذاشت درباره ابولا و شما یه خاطره گفتید از سفر به اوکراین. بله. و رفتن به شهر ممنوع و دیدن یه به اصطلاح یه کانون، یه مرکزی ویژه میکروب ها. بله، من سال 2004 یک آقای امریکایی خب و من رو دعوت کردن خب بریم اونجا، و خاطرم هست که این اولین باری بود که یک همایش علمی از طرف امریکایی‌ها، حالا چون بالاخره منم از امریکا میرفتم، در اونجا قرار بود برگزار بشه. قرار بود برگزار نشد اون وقت؟ تا حالا برگزار شد. برگزار شد، ولی تا اون موقع برگزار نشد. نشده بود. نه خب. موقع برگزار نشده بود در کشور یوکرین که بعدن خب محبت کردن و ما دو نفر شدیم عضو آکادمی دولتی علوم علوم علمی در اونجا. اینو به خاطرم هست. درست و خب یک سفر رفتم به دنیپروپتروفسک. خب و همه چیز جالب بود چون شما وارد یک شهر، یعنی با پیشنهاد خودتون رفتی یا بردمتون اونجا؟ قرار شد اونجا دلیلش واقعا این بود که اونهایی که سرپرست اون منطقه بودند خانوم ها بودند. خب. و خانوم ها یک گرایش بیشتری داشتند که با غرب نزدیک بشند. مثل امروز اونهایی که در کیف بودند درست برعکس آقایون بودند و بسته. و من خاطرم هست که وقتی که ما اونجا صحبت کردیم نه به دانشجوها اجازه دادن وارد سالن بشن، و اونها هم که وارد میشدن دونه دونه اونها رو انتخاب میکردن. آخر سر هم که اونهایی که سوال داشتند اونها انتخاب میکردن که کی سوال بکنه. یعنی من هم خودم و هم همکارم واقعا متعجب شدیم. یعنی یک سالونی که میتونست این همه جمعیت بگیره و این همه جمعیت بیرون وایساده بودن، یه تعداد کمی اون تو بودند. درست. و خب آقایونم واقعا عصبانی بودن. این برداشت من هست. لباسهای تیره داشتن. اکثرا لباسهای چرمی. خب. چرم سیاه. وقتی که وارد اون قسمت از یوکرین شدیم یک دنیای دیگه بود. باز بودند و خیلی استقبال کردن. طرفدار غرب بودن. طرفدار غرب بودن، طرفدار همکاری های متقابل بودند. و خب یک سفر رفتیم به این شهر ممنوع که حدود 70 خورده سال بود که هیچ خارجی. چه فاصله داره تا کیف؟ با قطار رفتیم حدود، ممکنه اشتباه کنم، 4 ساعت 5 ساعت توی راه بودیم. 4 5 ساعت. خب و خب اونجا شما ساختمان‌هایی می‌بینید که فکر می‌کنید اوایل قرن 20 هست. یعنی بالای 100 سال. یعنی فکر می‌کنید که زمان متوقف شده. اما دانشمندها زیاد هستند. یعنی من این همه دانشمند تا حالا ندیده بودم. در چه رشته‌ای؟ در رشته‌های بیولوژی، در رشته شیمی، در رشته میکروب شناسی، در رشته ویروس شناسی، در رشته داروسازی. و بعدا متوجه شدم که این شهر
ممنوع شهر جنگ هست. شهری است که در زمان شوروی، شوروی سابق، در این شهر کارهایی که میکردن این هست که دانشمندها رو جمع کنند و این دانشمندها سلاحهای میکروبی، سلاحهای ویروسی، سلاحهای شیمیایی بسازند. و خب این شهر رو تخصیص میدن به این کار. و من خاطرم هست کنار یک رودخونه رفتیم و توی این رودخونه حیات نبود. یعنی من نگاه کردم شاید یک حباب اکسیژن اونجا باشه، یک مایع تکون بخوره، پشه‌ای باشه اونجا، شاپرکی باشه اونجا. رادیواکتیو زده بودم. هیچ چیز توی اون رودخونه نبود. زنده نبود. و بعد به ما گفتن که اینجا اصلا صلاح نیست، حتی اگرم مایع پیدا شد شما بخورید. درست. به خاطر همین هم هست که مسئله حمله ویروسی یا حمله میکروبی از دو لحاظ بایستی مورد توجه قرار بگیره. یکی این که میکروب ها ساکت ننشستند، ویروس ها ساکت ننشستند و ما الان ذراتی رو پیدا کردیم که از ویروس ها هم کوچکتر هستند. یعنی فکر میکردیم که دیگه ویروس از همه کوچکتر هست، اطلاعات ژنی هستن که میتونن بیان و سیستم ژنتیک سلول رو از کار بندازن به نفع خودش. اما الان ما میدونیم که از اون کوچکتر هم هست، پروتئین های خیلی ریزی که میتونن وارد بدن بشن. درست. و ناراحتی های بسیاری ایجاد بکنند. ویروس هم چند بیلیون سال هست که روی کره زمین هستند. از کجا اومدن، دقیقاً چه روزی، سخت هست که این رو گفت. اما باکتری ها میدونیم حدود 4 بیلیون سال پیش، شاید هم بیشتر، شاید میلیارد سال پیش، بله، وارد میشن و یک زندگی دینامیک دارن، پر شور دارن، پر جنبش دارن، پر جنب و جوش. یعنی شما آنتیبیوتیک میارید و فکر میکنید که خب همه رو دیگه میتونید از بین ببرید، اما هر چند سال آخرین آنتیبیوتیک شما از کار میفته، دیگه قدرت نداره به خاطر اینکه سوء استفاده میشه. من خاطرم هست وقتی که این جنایات رواندا انجام شد، بسیاری از شرکت‌های داروسازی ظاهراً برای کمک آنتیبیوتیک فرستادن که قربانی‌ها استفاده بکنن و از بین نرن، غافل از این که این آنتیبیوتیک‌ها مقاومت ایجاد کرد تا اونجایی که شما الان در بسیاری از دهات یا شهرهای این کشور به راحت‌ترین عفونت جانشون رو از دست میدن چون آنتیبیوتیک‌ها دیگه مؤثر نیستن. یا اینکه خود فلمینگ که یک دانشمند اهل سکاتلند هست، درست، الکساندر فلمینگ، پنسیلین رو درست میکنه و از خدا سپاسگزار هست که من انسان رو از شر عفونت برای همیشه نجات دادم. یعنی اگر فقط میدونست که خود اون آنتیبیوتیک مقاومت‌های بیشتر و خطرناکتری ایجاد میکنه. و خب ویروس هم همینطور هستن و هر بار که ژن‌ها تقسیم میشن توش اشتباه هست. اصلا اشتباه زیبایی زندگی هست. درست. و این اشتباه در ویروس هم رخ میده، در انسان هم رخ میده. درست. و به خاطر همین هم تحول و دیگرگونی ایجاد میکنه. درست، کاملا. و خب خیلی از این اشتباه از پدیده‌های زندگی ناشی از اشتباه هست. و این اشتباه رو ما در تقسیم ژن ها میبینیم. درست. این اشتباه ها در بسیاری از مواقع این اشتباه ها به نفع ماست و در بسیاری از موارد به نفع ویروس های دشمن ماست. درست. در بعضی از موارد به نفع ویروس های دوست ماست. درست. اما به خاطر اینکه ما قسمتی از وجود ما ویروس هست، چند درصد از ژن های ما ویروس هستند، یک مقدار در طول تحول به ما کمک کرده که بتونیم با اونها کنار بیایم. والا چه بسا که زود از بین می رفتیم و به اینجا نمی رسیدیم. فقط توجه بکنید که میلیون ها بیلیون ها ویروس در کره زمین وجود داره و تعداد میکروب های یک انسان 10 برابر بیشتر از خود اون انسان هست. خیلی تشکر میکنم. خب امیرانم شنیدید، ما مباحث در این برنامه مطرح میکنیم که جای دیگه نمیشنوید. سعی میکنیم چیزای مباحثی رو انتخاب بکنیم که یا مجالش رو دیگر رو نداشتن که اونها رو مطرح بکنن یا کسی بهشون علاقه یا بی اعتنا از کنار اونها عبور کرد. تشکر و سپاس از همه شما، از راهنمایی های شما مطمئنم که برخوردار خواهیم شد، برنامه رو بهتر خواهیم کرد. امیر درخشان برنامه رو هدایت که آلفرد هیچکاک ماست دیگه، کارگردان برنامه است. خیلی از رو سپاس گذارم. دکتر نازلی عزیز،
تشکر از شما، ممنون. تا دیداری دیگر، گفتگوی دیگر، همین الان.